ایران در سالهای اخیر ساختار پدافند هوایی خود را به سمت مقابله با مهمترین تهدید منطقه یعنی جنگنده نسل پنجمی F-35 پنج حرکت داده است. این جنگنده با بهرهگیری از پوشش های جازب رادار، طراحی بدنه با سطح مقطع بسیار پایین، ترکیب پیچیده جنگ الکترونیک و توان پرواز در حالت کاملا خاموش یکی از دشوارترین اهداف برای هر شبکه دفاع هوایی محسوب می شود اما نقطه کلیدی اینجاست که پنهانکاری F-35 فقط در برابر رادارهای معمولی موثر است و اگر کشوری شبکه چند لایه با سنسورهای مختلف داشته باشد پنهانکاری این جنگنده دیگر یک سپر مطلق نیست ایران دقیقا روی همین ضعف ساختاری کار کرده و شبکه ای را توسعه داده که از چندین فناوری مختلف تشکیل شده است نخستین ستون این شبکه رادارهای فرکانس پایین در باند VHF و UHF هستند رادارهایی مثل قدیر و سیمرغ با بردهای بسیار زیاد و طول موج بلند عمل می کنند طول موج بلند این رادارها توانایی نفوذ نسبی در پوشش های جاذب رادار را دارد و ساختار هندسی F-35 را تا حدی بی اثر می کند هرچند این رادارها دقت نقطه زنی ندارند اما برای کشف اولیه اهداف پنهانکار بسیار مناسبند و نقش آژیر اولیه را در شبکه پدافند بازی می کنند نقطه قوت اصلی آنها این است که F-35 مجبور می شود برای عبور از کنارشان ارتفاع یا مسیر خود را تغییر دهد و همین تغییرات برای لایه های بعدی نشانه ای ارزشمند است ستون دوم رادارهای غیر فعال هستند این رادارها امواج خود را منتشر نمی کنند و برعکس از باستاب امواج محیطی مثل های مخابراتی فرستنده های تلویزیونی امواج ماهوارهی و حتی سیگنال های ناچیز منتشر شده توسط خود اف 35 برای کشف و هدف استفاده می کنند سیستم های غیر فعال ایرانی مثل اسریار یا رسدگر به طور ویژه بر همین روش تکیه دارند چون F-35 عملا برای مقابله با این نوع ها تراحی نشده است جنگنده پنهانکار پنهانکاریش را نسبت به امواج فعال تنظیم می کند نه نسبت به امواج محیطی بنابراین هر گونه تغییر در الگوی عبور موج از طرف جنگنده یا شکست موج تبدیل به نشانه قابل تحلیل می شود رادار غیر فعال یک مزیت فوقلاده دارند غیر قابل شناسایی هستند و F-35 نمی تواند آنها را پیدا یا نابود کند زیرا هیچ تابشی از خود نشان نمی دهند به همین دلیل این رادارها به صورت دائمی حضور F-35 را رصد کرده و بدون جلب توجه موقعیت نسبی آن را به شبکه ارسال می کنند ایران برای اینکه بتواند دقت ردیابی را افزایش دهد از لایه سومی نیز استفاده می کند که شامل سامانه های الکترو و حرارتی است این سیستم ها زمانی وارد عمل می شوند که دو لایه اول وجود هدف را تا حد قابل قبولی تایید کرده باشند جنگنده مانند F-35 هرچقدر هم پنهان کار باشد در برابر حرارت موتور و آشفتگی دمایی جریان هوای ات اطرافش ایمن نیست سامانه های الکتروپتیک ایران از فاصله های زیاد می توانند تفاوت دمای بسیار ناچیز در آسمان را تشخیص دهند ترکیب داده حرارتی و راداری تصویری نسبتاً واضح از موقعیت تقریبی F-35 ارائه می دهد حتی اگر این جنگنده در حالت رادیوی خاموش پرواز کند اما مهمترین بخش شبکه پدافند ایران نه رادارها هستند و نه سامانه های موشکی بلکه سیستم تلفیق داده است. ایران طی سالهای اخیر روی سامانه های پردازشگر داده کار کرده که قادرند خروجی دهها رادار و سنسور مختلف را با هم ادغام کنند. خروجی این تلفیق یک نقشه سبودی لحظه به لحظه از وضعیت آسمان است. این نقشه با استفاده از الگوریتم های پیشبینی مسیر مدل سازی الکترومغناطیسی و تحلیل امضای راداری قادر از تشخیص دهد هدف احتمالا چه نوع هواگردی است با چه سرعتی حرکت می کند و در کدام نقطه قرار خواهد گرفت این روش دقیقا نقطه ضعف F-35 است زیرا پنهانکاری آن فقط زمانی موثر است که دشمن از یک یا دو رادار ساده استفاده کند نه از شبکه‌ای که داده های چند منبعی را با هم ترکیب می کند هنگامی که مکان تقریبی F-35 تعیین شد مرحله حساس بعدی فرا میرسد درگیری موشکی ایران چند سامانه موشکی دارد که رسما اعلام شده قابلیت درگیری با اهداف پنهانکار دارند مهمترین آنها باور 373 و 15 خورداد هستند باور 373 با رادار آرای فازی برد بلند خود و موشک سیاد چهار می تواند اهداف کمبرجسته را در بردهای قابل توجه رهگیری کند. 15 خرداد نیز به صورت اختصاصی برای مقابله با اهداف RCS پایین طراحی شده است نکته کلیدی روش درگیری این سامانه هاست ایران برای مقابله با F35 از روش شلیک غیرفعال استفاده می کند یعنی موشک در مرحله اول با داده غیرفعال هدایت می شود و رادار درگیر کننده فعال نمی شود تا دشمن هشدار دریافت نکند این وضعیت باعث می شود f تا آخرین لحظات متوجه تهدید نشود و زمان واکنش بسیار کوتاهی داشته باشد موشک های سیاد و سامانه های ایرانی در فاز نهایی جستجوگر فعال خود را فقط برای چند ثانیه روشن می کنند. این مدت زمان کوتاه به قدری است که هدایت نهایی انجام شود اما F-35 فرصت اجرای کامل مانور ضد موشک یا جنگ الکترونیک نداشته باشد از ترکیب تمامی این لایه ها یک واقعیت مشخص می شود ایران به جای اتکا به یک رادار یا یک سامانه از شبکه چند لایه استفاده می کند که در آن هر لایه بخشی از پنهانکاری F-35 را می شکند. رادارهای VHF اثر موجی جنگنده را می بینند، رادارهای غیرفعال تغییرات محیطی را ثبت می کند و سامانهای حرارتی اثر دمای موتور را آشکار می کند و پردازشگرهای داده تصویر نهایی را کامل می سازند. نتیجه چنین ساختاری این است که پنهانکاری f 35 به جای یک دیوار نفوذناپذیر تبدیل به یک مانع قابل عبور می شود اگرچه هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند 100 درصد قادر به نابودی F35 است اما ایران با این شبکه چند لایه توانسته از مرحله ناتوانی کامل عبور کرده و وارد مرحله قابلیت کشف و احتمال درگیری موفق شود مهمترین نکته این است که مدل ایرانی برخلاف مدرهای غربی متکی بر فناوری هایی است که برای F35 طراحی نشده اند و همین موضوع مقابله را برای جنگنده پنهانکار بسیار دشوارتر می کند در نهایت می توان گفت ایران با توسعه این شبکه ترکیبی به این نتیجه رسیده است که پنهانکاری یک فناوری مطلق نیست و اگر کشوری بتواند از چند نوع سنسور همزمان استفاده کند حتی پیشرفته ترین جنگنده های نسل پنج نیز قابل کشف، قابل ردیابی و در شرایط مناسب قابل درگیری خواهند بود. این خط و نشان اکنون ستون اصلی پدافند هوایی ایران در برابر اف 35 است و پیش بینی می شود در سالهای آینده با افزایش توان پردازش داده و توسعه سامانهای غیرفعال نسل جدید میزان موفقیت این شبکه در مقابل با اهداف کمبرجسته بیشتر می شود. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم با تشکر از همراهی شما